ضبط توی پاناسونیک رو دیدی؟ خیلی با کیفیت، خیلی صداش هم قشنگه، اما یکی از بدیایی که این روزا داره اینه که فقط یه ورودی صدا داره و اینکه دیگه نوار کاست که فایده ای نداره، سی دی هاشم که دیگه کسی از سی دی استفاده نمیکنه، همه دنبال فلش و بلوتوث و اینجور چیزا هستن. میخوام امروز نصب بلوتوث روی این دستگاه بهتون آموزش بدم که چجوری بتونید از بلوتوث این دستگاه استفاده کنید و لذتش رو ببرید. برای اینکه بخواید بلوتوث رو روی این دستگاه نصب کنید، اول از همه نیاز به یه ماژول بلوتوث HW770 دارید که من میخوام با این ماژول نصب رو انجام بدم، و جدا از همه به یه تغذیه 5 ولتی نیاز دارید. این تغذیه 5 ولتیه که دوتا ورودی فاز و نول داره و یه مثبت و منفی ازش خارج میشه که برای نصب بلوتوث روی این دستگاه بهش احتیاج داریم، و مقداری سیم که حالا توی ادامه کار با هم دیگه میبینیم. برای شروع من دستگاه رو باید باز کنم. دستگاه های پاناسونیک یا LG ها فکر میکنم از این قسمت باز میشه، اما پاناسونیک قاب کاملش باید باز بشه. خب اینم داخل دستگاه پاناسونیک که میخواهیم بلوتوث روش نصب کنیم. یه فضای خالی باید تو این دستگاه پیدا کنیم که بتونیم ازش از این فضا استفاده کنیم برای نصب بلوتوث. خب برای نصب بلوتوث من این بلوتوث رو باز کنم ببینید که به چه چیزهایی احتیاج دارم. این بلوتوث برای کارش نیاز به مثبت و منفی برق داره و L و R و گراند که خروجی صداش میشه، و مثبت و منفی ولتاژ 5 ولتی که ما از این تغذیه قرار ازش بگیریم. پس باید پیدا کنیم که برق ورودیمون از کجا بگیریم. برق ورودی خوب مشخصه، از جایی که برق واردش میشه که اینجا یه دو شاخ داره که وارد قسمت تغذیه میشه. برای دسترسی پیدا کردن به اون قسمت ها ما اینجا یه برق ورودی داریم. این برق ورودی وارد این قسمت تغذیه میشه. من باید برق ورودی اینجا رو پیدا کنم و خروجی صدا یا همون ورودی صدا به دستگاه که از خروجی صدای این ماژول باید بهش وصل بشه رو باید به پشت دستگاه رو اگه نگاه کنید ببینید یه جا نوشته IUX که من اینو برمیدارم. ببینید اینجا نوشته IUX RL، پس ورودی صدای ما میشه اینجا که میشه این دوتا سوکتی که اینجاست. پس میتونیم صدا رو از این قسمت وارد دستگاه کنیم. من میام سیمکشی دستگاه رو بررسی میکنم که بتونم ورودی صدا رو بهش بدم. خب این دوتا فیش شده ورودی صدا. حالا ما لفت و رایت رو چجوری پیدا کنیم؟ مولتیمتر رو روی تست بوق میذارم توی این قسمت. وقتی من این دوتا قسمت رو به هم وصل میکنم این دوتا سوکتش رو، مولتیمتر بوق میزنه. یعنی چی؟ یعنی این دو تا پایه ها با هم مشترکه. پس پایه‌ای که با هم مشترکه میشه گراند. روی برد اگه چک بکنم میبینم اینجاست. پس این پایه پایه گراند ما شده. حالا لفت و رایت چیکار کنیم؟ من این تو سوکت رو میندازم. پس این یکی شده لفت و رایت، یا لفت رایت یا لفت فرقی نمیکنه. بعد این پایه رو تست میکنم. پس ورودی صدای من شده لفت و رایت این دو تا، و یه دونه پایه گران که میشه این که روی بورد هم نیاز به این قسمت هستش. میتونید ببینید که خروجی صدای ما روی این قسمت لفت و رایت و گرانده که من باید وصل کنم به این ستا. پس این پایه ها رو وصل میکنم به اینجا. ورودی برق هم که از همون ماژول تغذیه است که باید وصل کنم. حالا با هم اینا رو وصل میکنیم ببینید که چه اتفاقی میفته. خب میخوام من این ستا فیش رو وصل کنم به ستا سیم که بتونم به اون ماژولی که بهتون گفتم اتصال بدم. خب این شد گراند ما که پایه گراند ما وصل شد. یه دونه بود لفت یه دونه بود رایت. خب از همینجا من این سه تا قسمت رو وصل کردم. خب به همین راحتی این سه تا وصل شد.
حالا سر بردم باید ما همین کارو بکنیم. ما باید روی ماژول این سه تا فیش رو درست وصل کنیم. اگر اشتباه وصل کنید مطمئنم دستگاهتون یا آسیب میبینه یا مشکلی براش پیش میاد. سه تا قسمتی که بهتون گفتم لفت و رایت و گراند بود. میام اول یه غل کاری ریزی میکنم که بتونم سیم روش لحیم کنم. این سیم گراندی بود که بهتون گفتم میشه سیم وسطی، پایه وسط روی این برد. سیم گراند رو وصل میکنم به پایه وسط. خب ببینید این پایه گراند وصل شد. حالا میمونه لفت و رایت. لفت و رایت هم به همین صورت وصل میکنیم. حالا فرقی نمیکنه شما میخواین لفت و رایت رو چجوری وصل کنید، مهم اینه که شما فقط لفت و رایت رو درست به گراند وصل نکنید. خب میبینید که این سه قسمت هم درست وصل شده. این سه قسمت بدونی که به هم اتصال داشته باشه وصل شده و صدای ورودی صدای ما سر جای خودش قرار گرفته. حالا میمونه دو تا ولتاژ باتری. من میام از دو تا سیم برای تغذیه این استفاده میکنم. این سیم مثبت 5 ولتش هم براش وصل میکنیم. خب مثبت منفی این هم وصل کردیم. حالا میمونه تغذیه ما. تغذیه ما این بورد بود که یه دونه باید به فاز 0 وصل میشد و یه مثبت و منفی هم اینجا داره. این دوتا سیماش همرنگه. من نمیدونم کدومش مثبته کدومش منفی. برای اینکه بفهمم کدومش مثبته کدوم منفی، نزدیکترین خازن بهش این خازنه. پایه این خازن اگه ببینید این طرف مثبته، این طرفش هم منفیه. خب باید یکی از این پایه ها به این سیم وصل شده باشه. خب میام با مولتی متر تست میگیرم. الان این سیمی که اینجا هست اگر پشت برد رو نگاه کنید میشه پایه خازن منفیش اینجا. پس این سیم شده اینور منفیه. پس این سیم که سمت پایه خازن اینه، این میشه منفی و اینم باید مثبت باشه. بله پس این شده منفی. میام به منفی که اینجا این سیم اینجا قرار دادم. این پایه بود پایه منفی، این پایه بود پایه منفی. میام اینو به این وصل میکنم. دوتا رو به هم وصل میکنم. برای اینکه اتصالی نکنه میام یه دونه وارنیش هم توش میذارم. اینم پایه منفی و حالا پایه مثبت این بورد. خب پایه های مثبت و منفی خروجی 5 ولت تغذیه ماژول HW770 رو وصل کردیم. حتما وارنیش بزنید که وقتی اتصالی نکنه. روی صدای ما وصل شده به ورودی صدای IUX، وصل شده به صدای روی خروجی صدای ماژول بلوتوث و تغذیه بلوتوث هم که باید واسه راه اندازی این بلوتوث هستش رو به یه تغذیه 5 ولتی وصل کردیم. حالا مونده برق ورودی تغذیه 220 ولتی ما که تبدیل بکنه به 5 ولتی. گفتم بهتون که تغذیه رو میتونیم از اینجا بگیریم چون برق ورودی ماست به دستگاه وصل میشه. خب برق ورودی دستگاه که شده اینجا، من میام این ورودی تغذیه رو به این قسمت لحیم میکنم. پس فاز نول تغذیه. خب باید این تغذیه رو یه جای جاسازی کنیم که اتصالی نکنه. باید یه قسمت مناسبی براش پیدا کنیم. خب ما تغذیه رو سر جاش قرار دادیم، اینجا وصل کردیم. بعد میمونه این ماژول صدا. ماژول صدا رو هم این زیر وصل میکنم که به راحتی
این قسمت وصل میشه. ماژول بلوتوث رو من اینجا وصل کردم. خب سیم کشی کامل انجام شد. صدا رفت سر ماژول بلوتوث. تغذیه از اینجا توسط این آداپتور وصل شده به ماژول بلوتوث و کارش تمام شد. حالا زد دستگاه رو میبندیم یه تست صدا ازش میگیریم. خب دوستان، تغذیه که وصل شده بود چراغش اینجا روشنه و از تو هم میتونید چراغ اون چراغ آبی که نشون میده چراغ ماژول که داره چشمک میزنه و بلوتوث داره کار میکنه و به همین راحتی دستگاه بلوتوثی شد. حالا تست صدا و کارکردش هم براتون میگیرم.